خیلی متاسفیم که در شرایط خاصی اینجا دور هم جمع شدیم، در شرایطی که خیلی از خانواده ها در ایران در حال حاضر عزادار هستند. من راهی نداشتم برای اعلام همبستگی با زنان و مردان ایرانی که درون کشور به هر حال دارن زحمت میکشن و یه حرکت مسالمت‌آمیزی رو در جهت دموکراسی دارن شکل میدن. البته گام‌های اول هست و این تنها راهی بود که من بتونم حضور پیدا کنم در این همبستگی. ببینید، برای کسانی که خیلی آشنا هستن به وضعیت مدیریت قضایی در ایران، مدیریت امنیتی در ایران، خیلی روشنه که متاسفانه اون سیستم به قوانینی هم که افراد و اعضای منصوب به خودش نوشتن، اهم از قانون اساسی یا دیگر قوانین که در مجالس شورای اسلامی تصویب شده، از اجرای اینها هم خودداری میکنه. این مشکل عمده مردم در این سیستمه، غیر از مشکل عمده دیگری که عبارت است از اینکه بسیاری از این قوانین جوابگوی نیازهای امروز ایران نیست، مثل قوانین ناظر بر حقوق زن، مثل قوانین ناظر بر غیر مسلمانان، مثل قوانین ناظر بر همه زمینه‌هایی که حقوق بشر رو در بر میگیره. اینا خیلی در تعارضه با این ارزش‌ها. ولی با این حال ما نمیتونیم بگیم که اصلا در نظام حقوقی ایران قوانینی وجود نداره که مثلا حقوق متهم رو مراعات کنه یا حقوق متهم سیاسی رو مراعات بکنه یا مثلا برای بازداشت متهم یه سری تشریفات قائل بشه، یه سری قیدها و محدودیت‌های قائل بشه. همه اینا هست در قوانین ایران با همه کاستی‌ها، ولی اینا مراعات نمی‌کنن. به همین دلیل ما میتونیم بگیم تمام بازداشت‌هایی که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده خودسرانه بوده و نه تنها با ارزش‌های جهانی و حقوق بشری در تعارض بوده، بلکه با همین قوانین موجود ایران هم ناسازگار بوده، سازش نداشته. مثلا ما اصل 27 قانون اساسی رو داریم که میگه تجمع و راهپیمایی اعتراضی مسالمت‌آمیز آزاده. خب معنیش اینه که وقتی که مردم اسلحه دستشون نیست، وقتی که مردم خشونت نمی‌کنن، فقط میان میگن رأی من کجاست، این دیگه اجازه نمیده به نیروهای امنیتی و پلیسی یه حکومت که با این مردم برخورد خشونت‌آمیز بکنه، ولی این کارو میکنه و بعد هم توجیهش میخواد بکنه و نمیتونه توجیه بکنه، گرفتار میشه و اون وقت سعی میکنه که اصلا موضوع رو یک جوری جلوه بده که گویی همه اعتراض از خارج از کشور اومده، در حالی که همه میدونیم که این حرکت ها دقیقاً حرکت هایی بوده که درون کشور شکل گرفته، با مکانیسم های خود نظام جمهوری اسلامی این حرکت شکل گرفته. 40 میلیون نفر رفتن رأی دادن. در چه چارچوبی رأی دادن؟ در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی. به چه کسانی رأی دادن؟ به 4 نفری که گزینش شدن از طرف شورای نگهبان، به نمایندگان طیف‌های مختلف مردم ایران که رأی ندادن، به 4 نفری که شورای نگهبان صلاحیت اونا رو تأیید کرده رأی دادن، اهم از آقای احمدی نژاد یا 3 نفر دیگه. ولی همین حد رو هم تحمل نمی کنن و حاضر نیستن پاسخگو باشن به مردم که یه جواب قانع کننده بهشون بدن. پاسخهایی که به مردم داده شد مردم رو لحظه به لحظه رادیکال تر کرد. اصلا این صحیح نیست که مردم از ابتدا رادیکال بودن. به نظر من نبودن. ممکنه الان رادیکال تر باشن از 2 هفته پیش، ممکنه 2 هفته آینده رادیکال تر بشن از الان، ولی این به لحاظ اشتباهاتیه که نظام امنیتی و پلیسی و قضایی ایران کرده. شما ببینید الان چقدر فعال سیاسی توی زندان ها هستن بدون اینکه خانواده هاشون ازشون خبر داشته باشن و بدون اینکه مردم بدونن اینها اتهامشون چیه. چقدر وکیل مبرز دادگستری در زندان ها هستن که اصلا معلوم نیست اتهام اینها چیه.
حالا ما بعدا لابد شاهد خواهیم بود که یه فیلمای تلویزیونی اینا خواهند گفت که مثلا نه همه، ولی بالاخره از یک عده اینها اقرار زیر فشار گرفته خواهد شد که فرض بکنید ما هدایت می‌شدیم از خارج، یا هر هدایت می‌شدیم از خارج، یا هر حرکت دیگه، یا هر ارتباط دیگه. خب اینم که قابل قبول نیست. ممکنه از طرف بخشی از مردم ایران که بدون چون و چرا از حاکمیت حمایت میکنن و در همه کشورها هم هستن اون تأیید بشه، ولی اون چه مسلمه نه تأیید جهانی پشتوانش هست و نه تأیید داخلی. در هر حال انگیزه کسانی که خارج از کشور هستن به نظر من باید این باشه در حدودی که مردم ایران میخوان توسعه بدن خواسته هاشونو، در همون حدود هم ایرانیان خارج از کشور حمایت کنن از ایرانیان داخل کشور و تابعی باشن از اون متغیری که در ایران شکل میگیره و حرکت میکنه. امروز اینا میگن رأی ما کجاست، ما نمیدونیم که فردا چه خواهند گفت، ولی فردا هر چه خواهند گفت بازم باید ایرانیان خارج از کشور نیروی حمایت کننده باشن، جز این کاری نمیتونن بکنن و بهترین کار این است که صدای این جنبش رو بیشتر به گوش جهان برسونن و این یک حرکت و یک کمک بسیار سازنده‌ایه برای کسانی که در این جنبش شرکت دارن و به نظر میرسه که بخش بزرگی از جمعیت ایران هستند.